علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر الفت، در رابطه با آسیب‌های اقتصادی که به کشورهای مختلف دنیا و مردم با توجه به این پژوهش جدید وارد می‌شود، لطفاً تحلیل خودتان را بیان بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان محترم. پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده در قدیم هم بسیار روش بحث و صحبت‌های فراوانی بوده، یعنی که عده‌ای از محققین این آمار رو و این اعداد رو جعلی دونستند و خیلی به اونها تکیه نکردند. خب انتظار باید داشت که همچی حرف‌های راجع به این پژوهش‌ها زده بشه، اما اون چیزی که آمار داره نشون میده از یک همبستگی بسیار زیادی بین افزایش دما و رشد اقتصادی، تعداد مشاغل، بهره‌وری، ساعات کاری، مرگ و میر، کشاورزی و مجموعه موارد عناصر اقتصاد داره نشون میده. واقعیت اینه که حالا اگر به بدی این گزارش هم نباشه، ولی واقعا داره این اتفاق میفته. این ما توی گزارش که سال گذشته داده شده بود که اون همه گزارش بوده انگین 10 ساله و اعدادی که دست اومده بود اعداد بسیار با روایی بالایی و قابل اطمینان بود، در این بود که سالانه شاید چیز نزدیک 9000 نفر از گرما تلف میشن، 80 میلیون شغل به ازای هر درجه افزایش حرارت از بین میره. خب به همین صورت تولید ناخالص ملی توی گزارش سال گذشته، باز این رو من دارم میگم برای اینکه گزارش خیلی از این گزارش لطیفتر بودش، تو مناطق کم درآمد گردسیری نزدیک 7% از تولید ملی کم میکنه، تولید دامستیک داخلی کم میکنه از جی دی پی، و در مناطق پر درآمد 1.5%. و این کاملا یک عدد معنوداری هستش. اون جایی که تونستن هوا رو خنک بکنن و غلبه بکنن برای افزایش دما، تونستن اون بهره‌وریشون رو هم حفظ بکنن. بله. این گزارش 6 برابر بر اساس اون چیزی که حالا نشون میده در عددش داره بدتر این عدد رو نشون میده و گفته که به ازای به هر 3 درجه افزایش دمایی که اتفاق خواهد افتاد تا سال 2100 عملاً، و این رو هم بیشتر مرتبط کرد با سوخت‌های فسیلی، یعنی اینکه بیشتر دخالت انسانی در این مؤثر بوده، گفته 50% رشد اقتصادی در دنیا از بین خواهد رفت. خب یه واقعیت هستش، ما تو خود ایران خودمون وقتی هوا گرم شد پارسال، فرض کنید شما پایتخت رسیدش تهران رسیدش به 39 درجه تعطیلی ما داشتیم، این تعطیلی ساعت کار رو کم می‌کنه، تعداد ساعت کار در تعداد شاغلان شما در نظر بگیرید، عملاً این کاهش رشد اقتصادی رو داره نشون میده. در این حال خب به سری از اراضی کم آب میشن در جاهایی به خاطر بالا اومدن آب توی نقاط دیگر دنیا و آب گرفتن اون اراضی حاصلخیز از بین میرن و میرن زیر آب، و مجموعاً اگر دوستانی هم هستن که فکر می‌کنن خب یک سری از نقاط دنیا اقتصادشون بهتر میشه از این افزایش دما به خاطر اینکه بارندگی‌های ناشی از آب شدن یخ قطب بیشتر میشه و در یک سری نقاط کمتر میشه و این تعادلی برقرار می‌کنه، نه به هیچ وجه تعادلی برقرار نمی‌کنه، در هر دو سو زیان هستش برای زیست انسان و اون چیزی که ما به عنوان اقتصاد برای ادامه حیات انسان‌ها تلقی می‌کنیم. بله. به هر حال این رو نمیشه به سادگی ازش گذشت، با اینکه این 6 برابر بیشتر اومده این اعداد رو پیش بینی کرده و با یک برون‌یابی و یک رگرسیون رو به جلو اومده با در نظر گرفتن شیب رشد دما و از بین رفتن زمینه های به عبارت اقتصادی موثر که این افزایش گمانش موثر هستن، ولی به هر حال این اتفاق بد داره میفته و روزهای بسیار بسیار میتوان به عبارت آرمگدونی رو روزهای آخر زمانی رو برای 20 سال آینده با افزایش دما در نظر گرفت.
با اینکه مثلا یک درجه افزایش دما خیلی زیاد نیستش، یعنی ما حدود 44 سال پیش دمای میانگین کره زمین فکر کنم حدود 17.5 درجه بودش، 44 سال پیش حدود 16 درجه بودش و در گزارش سال گذشته و در امسال الان اون چیزی که پیش بینی میشه وجود داشته باشه حدود 17.5 درجه هستش. بله. این 1.5 درجه ظاهرا از نظر ما خیلی تفاوتی نمیکنه، ولی واقعیت اینه که 1.5 درجه در نقاطی به صورت اهرمی میاد بالاتر. فرض کنید شما ما سال گذشته 52 درجه رو در اومدیه و دهلوران داشتیم، توی ماهشهر 50 درجه داشتیم و میانگین گرمترین هوای به عبارتی میانگین گرمترین روزها در دنیا حدود 17.6 درجه بود. بله آقای دکتر، این تغییرات اقلیمی بسیار زیادی ایجاد کرده که در نقاط خشکتر و نقاط گرمسیر به شدت ایجاد فرق می‌کنه. ببینید تعادل جمعیت جهان و تعادل اقتصاد در دنیا یک امری است که همه دنیا دارن به سمت و سوش میرن. بحث دهکده جهانی اصلا یکی از پایه‌هاش همین بود، بحث توسعه پایدار همین هستش. وقتی یک قسمت از جهان به صورت نامتعادل فقیر میشه و یک قسمت دیگه ثروتمند میمونه، اون فقر عملا ثروت اون نقاطی رو که اقتصاد بهتری رو دارن هم از بین میبره. ممنونم آقای دکتر. فلزا این موضوعی نیستش که بیان به کشورهای ثروتمند یا اون کشورهای بیشتر نسبت به این موضوع بخوان احساس مسئولیت کمتری بکنه. ممنونم. ممنون. ممنون. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.